خب خدا را شکر برای این روز مبارک و واو چه خوشی بزرگی میتانه برای من باشه برای ما باشه که مادر عزیزم اینطور دعا میکنه برای ما و خداوند میشنوه خداوند میشنوه و گوش او مایل است به دعایی که برای نجات دیگرها فریاد میکنه آمین خدا شکر خدا شکر من ابتدا میخوام که یک معرفی کوتاهی داشته باشیم نمیدارم اگر اسلایدی هست که آماده میتونیم ببینیم نام مسعود است از اصالتا از افغانستان فکر میکنم که ما اکثریت فارسی زبان و ما ایران هم زندگی کردیم بعضی از عزیزا میگه زبان تو درسی است فارسی دری نمیدونم باید فارسی صحبت بکنم باید دری صحبت بکنم ولی خداوند با قلبای ما صحبت میکنه ما خانواده عزیزم هست آنایتا جان نوشین جان و یوسف و بنیامین ما سال 2014 به یونان آمدیم شهر آتن و در اونجا خداوند قلب ما رو لمس کرد ما را نجات بخشید و از اون زمان تا به امروز در آتن هستیم و خداوند خدمت میکنیم پیام انجیل را به عزیزایی که میرسن پناهندایی که به یونان میان میرسانیم خدمت داریم عزیزایی هستن که همکاری داریم با اونا در جزیره ها در آتن در شمال یونان و خداوند خیلی از این طریق ما را برکت داد این اون جمع البته این عکس یک مقدار قدیمی است ولی این جمع آگاپاس که یک جمع خیلی سمیم مثل این کلیسای عزیز واقعا خیلی خیلی باعث خوشی است که ما در, در کلیسای خدا مثل این هست که در خانه خود هستیم و این عزیزا به شما سلام میرسانند همیشان همچنین آنایتاجان تا جان باشند صحبت کردم کوتا امروز و اونا هم در دعا هستند سلام میرساندن بر شما آنایتاجان جان دختر خاله من هست این چیزی است که وقتی میگیم یک مقدار در فرهنگ غربی زیاد جالب نیست ولی ام ام این کار خدا بود و یکی از شهادت های موانای تاجانی هست که خداوند ازدواج ما را شفا داد و صمیمیتی که هیچ وقت تجربه نکرده بودیم خداوند وقتی که او را شناختیم صلح ایسا، سلامتی و محبت و با قلبای ما ریخته شد واقعا این را تجربه کردیم و کلام خدا خیلی جالب میگه در رومیان فصل پنج میگه محبت خدا به واسطه روح در در های ما ریخته شد چقدر این, این, این محبت واقعا شفا است و فرزندای ما نوشینجان در اصفهان در شهر کسی هست از اصفهان باشه اینجا بین ما همشری ما و <applause> 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 بسیار من و آنایتا جان افغانستان نوشین جان اصفهان یوسف در ترکیه به دنیا آمد و بنیامین در یونان و ما یادم از وقتی که ما در اسایلام در آفیس بودیم اونا وقتی چک میکردن میخندیدن که شما اصلا از کجا هستین <laughs> و این خانواده هست که خدا نجات داد که ما هیچ برنامه بر... نمیدانستیم هیچ کس نمیدانست ولی خداوند این خانواده رو نجات داد برکت ساخت برای دیگرا مثل تک تک زندگی شما از که خداوند نجات بخشید و برکت ساخت برای دیگرا و امروز ما و شما برکت این دنیا هستیم میگه ایسای مسیح میگه نور و نمک این دنیا نیاز این دنیا نیاز این دنیا خب جمع آگاپر را به شما معرفی کردم عزیزا به شما سلام میرساندن امروز میخوایم که یک نگاه یک چیز در دلم بود در قلبم بود میخواستم با عزیزا شریک بسازم وقتی برادر نور گفت که پیام اگر میتونی برای ما بیاری و واقعا این خیلی وقت بود که بهش فکر میکردم چند سطر یا صفحه در این مورد نوشتم و با دوستای عزیز صحبت کردم و این پیامی است که شاید شاید پیامی هست که ما در این دوره نیاز داریم بشنویم بیشتر تعمق بکنیم و بیشتر بهش فکر کنیم و دعا کنیم به عنوان کلیسا به عنوان جمع ایماندارا به عنوان جماعتی که هویت فرزند خدا را داریم ما در زمین هستیم نه اما هویت ما از آسمان دعا کنیم که چطور خداوند برای ما باز میکنه این اه, که مسئولیت ما چی هست و چطور باید اه, پاسخ بدیم خب یک اسلاید بود اونجا اه, منو من و شما هیچ کدام ما فکر نکرده بودیم شاید اه, من خودم شاید از سه ماه پیش خبر نداشتم که امروز اینجا با شما ازا در مشارکت می باشم و اه, خدا را پرستش میکنیم و نمیدونم شما شاید شاید کسی هست اینجا که بار اولش هست آمده و هیچ پلانی نداشته بر امروز ولی خداوند یک برنامه داشت خداوند یک پلان داشت برای برای امروز ما اون از قبل امروز ما رو میدید تعیین کرد برنامه ریزی کرده بود و در تقویم خودش ثبت کرده بود در, در تقویم خدا در تقویم خدا چیزهای ثبت شده که اگر به اون نگاهی بندازیم واقعا آزاد میشیم <applause> اگر به تقویم خدا نگاه کنیم ما آزاد، از نگرانیا، از ترس آزاد میشیم چون او عالی است اون خدای عالی است من چند روز پیش با نوشینجان، جان الان 18 سالش است و همکار از از کوچکتر وقتی بود همکاری میکرد با بابا و الان بیشتر همکاری میکنه و آخرین جلسه که ما با هم داشته می بود که من گفتم بابا من نمیدانم چی است ولی مشکل ذهنی پیدا کردم من یکی را نیاز دارم که این تقسیم اوقات مرا درست کنه باور کنین نه یک بار دو بار چندین بار چند تا جلسه پشت سر هم بوده و یکی دو تا از اینا با هم یک جا شده بود باید از یکی مذرت میخواستم و این گفتم بابا یکی نیاز دارم که این تقسیم اوقات مرا درست بکنه تقویم مرا درست بکنه و این اون روشنی بود که خداوند احساس کردم مرا دعوت میکنه که به تقسیم اوقات او نگاه کنم تقویم او را ببینم و و و این باعث شد که این ایده یا این دیدگاه که در تقسیم اوقات خدا ببینیم نگاه بکنیم به ما رسید و و احساس کردم که واقعا ما به عنوان نسلی که در این دور زندگی میکنیم واقعا مردم های خوشبختی هستیم ما در یک دوره خاص زندگی میکنیم در یک, در یک فصل خاصی از تاریخ زندگی میکنیم که دیگران شاید فرصتی را نداشتند که مثل ما چیزهایی را ببینن که ما و شما امروز شاهد او هستیم و و ما به عنوان کلیسا باید چشمای باز داشته باشیم ببینیم کلام خدا میگه با هوشیاری دعا کنیم یعنی دعا ما درست از چشمای ما رو میبندیم ولی در حقیقت چشمای ما رو باز میکنیم تا دعا کنیم و میخوایم که یک نگاهی داشته باشیم ما شما دعوت میکنیم به, تقویم خدا وارد بشیم و نگاه بکنیم زمانی را که زمانی را که خود مردان و زنان خدا تجربه کردن به زمان خیلی قبل برمیگردیم هزاران سال قبل زمانی که قوم اسرائیل در بردگی در مصر هستند نسل ها و سالهای خیلی زیاد اینها در حالت خیلی سخت هستن شرایط خیلی سخت و در نهایت بعد از 400 سال یک اتفاق عجیب میفته یک اتفاق عجیب میافتد و مردمی که به چشم خود شاهد هستند معجزه های خدا را نه شما فکر بکنید در کتاب خروج وقتی میخوانیم اتفاقایی که افتاد واقعا عجیب بود و مردمی که اینا رو می تجربه می‌کردند، کردن سال مردم منتظر بودن نسل های گذشت فوت کردند ولی ندیدن اما این نسل خاص می‌دیدند، عجایب خدا رو به چشم میدیدن. دیدن کارهای عجیب خدا رو به چشم فکرش را بکنین وقتی اینا به کنار دریا رسیدین و فرعون از پشت از اینا در حال حرکت است و اینا میبینن که اینا, اینا می بینن که دریا شکافته میشه دریا شکافته میشه از بین دریا عبور میکنن در خشکی فکر بکنین به زنان و بچه ها به اون سالخورده ها فکر بکنین که این چیزها رو میبینن میگه ستونی از ابر و ستونی از آتش به چشمای خود میبینن اینا یک نسل خاص هستن و و اینها تجربه میکنن ما تو فکر کردم گفتم این حیواناتی که از بین آب عبور میکردن هیچ وقت به عمرشان چنین چیزی رو نیده بودن چی تعجب چی شگفتی بزرگی نه و ما میبینیم که در تقویم خدا های بسیار خاص وجود داره زمانهای خیلی خاصی است و کمتر مردمایی هستند که این زمانها را به چشم خود می‌بینند و تجربه میکنن به نظر ما مردم ها مردمای خوشبختی هستند ما خوشبخت هستیم که در یک فصل خاصی از تقویم خدا زندگی میکنیم به یاد آمد شمعون پیر و حنا اینها در معبد هستن وقتی کیسای مسیر رو میبرن برای, برای کارهای مذهبی تطهین و شمعون این پسر رو میگیره و شکرگزاری, شکرگزاری میکنه میگه شکرت که بالاخره چشمان من نجات تو رو دید فکر بکنین 400 سال هیچ پیامی از خدا نیامد هیچ کسی چیزی از خدا نشینید. همه منتظر بودن و یک دفعه در زمان خاص خدا اتفاق عجیبی میافته. یوحنا خیلی زیبایی رو تصویر میگه کلام جسم شد کلام جسم میشه بزرگترین راز خلقت پرده برداشته میشه کلام جسم میشه یوحنای رسول میگه ما از آنچه دیدیم از آنچه به چشمای خود میگه دیدیم و لمس کردیم صحبت میکنیم ایسا رو اونا لمس کردن اون صورت خدای کردن. با او زندگی کردن با او نان خوردن و این شمعون پیر و هنا این نجات خدا رو به چشم خود میبینن و فکر میکنیم برای در مورد شاگردها، مثلا شمعون، یوحنا، اندریاس، دیگرها این شاگردها آدمای معمولی بودن. ما هم آدمای معمولی هستیم ولی در یک وقت خاص خدا اونا رو قرار داده بود. شمعون، پتروس، آه؟ یوحنا و این،, این مردان و این زنانی که پیرو عیسی بودن موجزه ها دیدن میگه میگه وقتی که اون مفلوج برخاست، میگه مردم شروع کردن به به فریاد زدن گفتن ما تا حالا همچین چیزی ندیده بودیم تا حالا چنین چیزی در اسرائیل وقوع نیافته بود و اونا با چشم دیدن صدها سال مرد هیچی ندیدن هیچ صدای از خدا نیامد ولی اونها تجربه میکنن و این شاگردان، این نسل این نسل میبینن که مرده زنده میشه لنگ خرامان میشه کر بی... شنوا میشه کور بینا میشه و در نهایت ایثار رو میبینن که قیام میکنن من همیشه وقتی کلام خداوند میخوانم دعا میکنم میگم خداوند روح القدس مرا کمک کن که به جای اون شخص باشم که در, در برابر عیسی ایستاده چی, احسا... چی میبینه چی احساس میکنه توماس اه... دیگه شاگردا عیسی قیام کرده رو میبینن با او میشینن غذا میخورن اینا مردمای عادی بودن ولی زندگی دیگه عادی نبود دیگه شرایط زندگیشان عادی نبود دوره زندگی که در درو زندگی میکردن سالهای زندگی فصلی که درو بودن فصل عادی نبود و اونها زندگی واقعا غیر عادی را زندگی کردن شاگردان برای پیام انجیل به سر تا سر دنیا رفتن جانشان را دادن تا این پیام به دیگرها برسه اون چی که میخوایم بگویم این است که ما هم امروز در, در, یک, در یک شرایط خاص در یک فصل خاصی از تقویم خدا زندگی میکنیم نمیدونم که چطور ما را درک میکنیم اما دعای ما این هست که ما خوب درک کنیم چیزی که خدا میخواد ما ببینیم و درک, درک بکنیم متوجه بشیم و سوال اصلی هست که کلیسا کجاست با بردر آلی صحبت میکنیم راجع به یکی از برادرها اونا پرسیدن که فلانی کجاست گفتم سوال خوبی است کجاست نه خیلی وقتا ما از نگاه لوکیشنی یک جای هستیم ولی واقعا کجا هستیم کجا هستیم کلیسای آگاپه کجاست آه از نگاه لوکیشن میدونیم آتن از برادر مسعود برادر یوسف اینا اینا که بریم پیداشون میکنیم کلیسای الفا و مگا این شماره دست ولی اسم خیابانش نمیدونم چیه میدونیم کجاست نه ولی کجاست در اصفهان ما زندگی میکردیم بعد اونا یک چیز یک گفتنی داشتن میگفتن کجای کاری ها میگفتن کجای کجای کاری ما واقعا مردم خوشبختی هستیم که در پلان خاص خدا در یک جغرافیای های خاصی از زمین زندگی میکنیم یعنی هیچ وقت شاید پدر بزرگ ما فکر نمیکرد که نویش یک روز در هامبورگ باشه این 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 حجم از پراکندگی این کاری که در حال انجام است در بین مردم افغانستان در بین مردم ایران در جهان اسلام این واقعا عجیب است صدها سال هیچ چیزی مثل از این دیده نشده این واقعا عجیب است پر از شگفتی و پر از پر از برکت است وقتی که ما میبینیم که مردم دسته دسته به خداوند ایمان میارن ما یک خدمت داریم با ایماندارای داخل افغانستان و نمیدونم چقدر میتونم موضوعات شریک بسازم چون برنامه آنلاین هست ولی دسته دسته از مردم ها زوج ها زوج ها جوان ها. پیر ها به خدا و نیمان میارن در همین شرایط سخت و شما عزیزا در ارتباط هستین با ایران ببینید چی بیداری روحانی چی وضعیت فوقلاده ای یک انقلاب روحانی اگر نامش بگذاریم یک انقلاب روحانی است یک سونامی عجیبی است که شروع شده و هیچ قدرتی نمیتونم در برابر او ایستاد شود و ما به عنوان کلیسا این سوال از خود میپرسیم که مسئولیت ما چیست های واقعا درک میکنیم که روح خدا حرکت میکنه خداوند در کار است و این کلیسایش باید همراه و هماهنگ با کار خدا پیش بره ما مسئول هستیم به نظر ما زندگی پتروس هرگز یک زندگی عادی نبود ایشان ضربه روحی دید ضربه عاطفی دید قلب شکست و در نهایت به خاطر ایمان شهید شد یک مرد عادی بود صدها مردی دیگه مثل از او زندگی کردن و فوت شدن برایشان ازاداری کردن و خدا رحمتش کنه گفتن ولی این مرد و این نسل دیگه زندگی عادی نداشتن ما امیدوار هستم که ما درک بکنیم که در این فصل خاصی از تقویم خدا بدانیم که زندگی عادی نداریم و دنبالش هم نباشیم همراه شیم با کار خدا چون که نتیجه کار ما برکتی از برای نسل های آینده فقط فکر بکنین که کلام خداوند میگه میگه آنانی که مرا دوست میدارن و به می نام من خوانده میشن نام مرا حرمت میگذارن من هزار نسل آنها را برکت میدم ما در جای قرار گرفتیم من نسل برکت نبودم در واقع نسل لعنت بودم اما خداوند این زنجیر لعنت رو شکست و از من و خانواده من و از من و شما از ما و شما از این نسل یک زنجیر برکت برای ملت, ملت افغانستان ایران درست کرد و این آسان نیست این درد داره نه؟ این رنج داره ما برای ایمان ما رنج میکشیم درد میکشیم توهین میشیم و چه کسی میدانه که چند نفر ما که در این جمع هستیم به خاطر ایمان ما شهید بشیم ما باید درک بکنیم و آماده باشیم برای این موضوع ما دیروز مراسم فوق ای را داشتیم که در او رونمایی شد یا ما تقدیم کردیم ترجمه دری عهد جدید دری و پشتو و هزارگی این یک معجزه است این دعای سالها و دهه ها از مردان و زنان بود که الان خودشان اینجا نبودن و این کار انجام شد به نتیجه رسید ما زمانی که اون متن برای پشتو را قرار بود بگم باور کنین اشیختم اش دو سال برای ترجمه پشتو کار شد دویست سال که عهد جدید به زبان پشتو در نهایت چاپ شود این لحظه تاریخی است yeah. لحظه تاریخی است یک نقطه اوج در تاریخ قوم پشتون است و نتیجه از این چی, چی پر جلال خواهد بود ما به عنوان کلیسا به خاطر که زمانم هم, هم میگذرم چند نکته من میدونم اول اینکه درک کنیم ما در یک زمان خاصی هستیم شما امروز از این درک میریم بیرون دیگه خودتان را مقایسه نکنین با این دنیایی که با شدت آخرین سرعت که دمی اتوبان ها ما میبینیم اتوبان های آلمان سرعت نداره یک جایش البته سرعت کنترل سرعت نداره با این شدت به طرف حلاکت میره ما دیگه خود ما را مقایسه نمیکنیم اوکی okay. ما در یک آگاهی است یک نوری است که در ذهن ما میتاوه که بله ما در یک شرایط خاص هست. ما در فصل خاصی از نقشه خدا قرار داریم که باید صد در صد تسلیم بوشیم اولین چیزی که کلیسا ما امیدوار استم که ما شما امروز از خود سوال بپرسیم این است که اولین نکته رابطه ما با خداست مسئولیت کلیسا در این شرایط مهمترینش ای است که از خود بپرسه که من کجا هستم در رابطه با خداوند رابطه شما با خداوند چطور است؟ آیا واقعا اون سمیمیت را ما ادامه میدیم، تجربه میکنیم من شنیدم که شما عزیزا هفته پیش همچنین در مورد محبت اولیه تعلیم گرفتین اون محبت اولیه را ما هنوز داریم آیا واقعا هر روز این محبت برای ما تازه است که من پذیرفته شدم من مرا خدا پذیرفت مرا خدا پذیرفت اون... اون زنی که در خانه شمعون وقتی که عیسی مسیح مهمانش بود آمد و با اشکای خودش پای مسیح را شست با گیسوانش پا کرد و با اون عطری که در ظرف مرمنین بود او را خوشبو ساخت عیسی مسیح در مورد از او میگه محبت بسیار او محبت این محبت ما نسبت به عیسی در کجاست میخوایم یک مثال بزنم ما وقتی که جوان بودم 20 سال بودم که وقتی ازدواج کردیم با آنایتا جان و الان تقریبا 19 سال است که از این ازدواج پرشکوه گذشته و خداوند شکر میکنیم برای کار او همیشه یک نگرانی داشته و خب همه ما با آینه نگاه میکنیم و نگرانی ما ای بود که میگفتم آیا در این دنیا کسی پیدا میشه منم بگیره؟ یعنی با من ازدواج بکنه؟ واقعا نگران بودم چیکار؟ چطور؟ این چی خواهد شد نه و بالاخره آنایتا جان که همسر ما است ایشان بله گفتن باور کنین جشن بود در قلب ما پر از شادی بود می گفتم, اگر تمام این دنیا از ما بدش بیاد یک نفر مرا پسندیده یک نفر مرا پسندیده پذیرفته ایسا ما را پذیرفت خداوند ما را پذیرفت این این خیلی عالی است این خیلی شیرین است نه وقتی که ما کامل بودیم نگو برو 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 برو, برو بوی میدی بشور خودت بعد بیا نه ما را پذیرفت ما را پ... این این که میگم خدا جسم شد یعنی که اون لباس لعنت ما را لباس شرم و خجالت که نمیتونستیم سر بلند کنیم اون را به خود این که جسم شد یعنی او را به خود گرفت و افسوسیان خیلی جالب میگه میگه مسیح را تن کنید اون لباس پارسایی را تن. افتخار به تن ما کرد با او در جایهای آسمانی نشستیم ما را پذیروف از کنار خاکدان و زبالدان جمع کرد و ما را در پادشاهی خودش مبارک و سرفراز ساخت آیا ما با این حقیقت زندگی میکنیم که پذیرفته شدم باور کنین اگر کلیسا این حقیقت رو درک کنه و زندگی کنه دیگه از مسابقه دست میکشه دیدین که ایماندارا با هم دیگه مسابقه دارن مثل اینکه رالی است رالی فرمول یک است یک مسابقه است در کلیسا هر کسی میخواد از اون یکی جلو بزنه اگر من درک کنم که عیسی مرا پذیرفت در پادشاه خدا فرزند شدم من پذیرفته شدم من نیاز ندارم که خودم از ثابت بکنم و از کسی دیگه جلوتر باشم آه؟ این آزادی است پس اول رابطه ما با خداوند شما رابطه تان با خداوند چطور ارزیابی میکنیم این سوالی است که بپرسیم یا مثلا بردر نور و فوزی عزیز خیلی عزیز هستن خیلی خداوند بهشون برکت بده ما رو محبت کردن شما همسرها از هم دیگه میتونن بپرسن منو ارزیابی کن رابطه این با خداوند چطور است تو چی میبینید؟ یعنی رابطه, با من, رابطه من با خداوند باید دیده شود نه رابطه من صمیمیت من با عیسی مسیح باید از من یک پدر بهتر بسازه از دیروز از دو هفته پیش از یک سال پیش ارزیابی کنیم این خیلی کمک میکنه من آنهای تا جان باور کنیم بخشی از شفای ازدواج مایی بود که از همدیگه دیگه پرسیدیم که به نظر تو ما چی آدمی هستیم؟ به نظر تو ما چی آدمی هست ما نگذاریم که کسی بگوید ما خود ما بپرسیم از کسایی که در ارتباط نزدیک به اونا هستیم آیا شما از افرادی که به اونها نزدیک هستین میپرسین که شما چگونه شخصی هستین؟ یا اگر کسی بهت گفت ببخشین خوار ازم از برادر ازم از ببین اینجاد, کثیف کسیف شده اینجات بذار کمک کنم پاک کنم بهتون بر میخوره او تو کی هستی که با من میگی که اینجاد کثیف شده تو کی هستی که به شخصیت من توهین میکنی نه؟ ما اگر یعنی ارزیابی کنیم اگر بپذیریم واقعا این محبت عظیم را از مسیح رابطه ما را ارزیابی بکنیم دوم مسئله دعا هست حتما شما ازا در مورد دعا تعلیم گرفتین و دعا میکنین ام، اما یک ام، یک نکته که میخوایم که در این مورد بگویم شاید از مزامیر باشه مزمور پنج اینطور میگه آه ای خداوند آه ای خداوند به سخنانم گوش فراده مزمور نویس داوود است و وقت دعا میکنه به کی میگه که به سخنانم گوش بده به خداوند وقتی ما دعا میکنیم دوست داریم کی صدای ما رو بشنوه خیلی وقتا دعا هم میشه یک رسم که ما دوست داریم دیگرها صدای ما رو بشنوند ولی داود میگه تو صدای ما این نگرش که من دعا میکنم که تو صدای ما را بشنوی و نه فقط صدای مرا. بعد می در ادامه میگه و ناله را ملاحظه فرما ناله او چیزی که هنوز به زبان نیاوردم در دلم هست شاید من با این نکته شما چون حتما تعلیمات داریم در مورد دو این که نگرشتان برای دعا چی است آی خدا تو صدایم را بشنو تو آه آه دلم را گوش بده به این خاطر سیسای مسیح میگه در را ببند و پیش پدر نهان بین دعا کن دعای ما نباید یک پارسایی باشه که پیش دیگر را به عمل میاریم این خیلی مهم است نکته دومی است که در دعای ما چون خیلی وقتا ما ایره خودم به شخصن موافقی نیستم که دعای ما را ارت... دعای یک وظیفه است یک روش زندگی از ما است که باید نتیجه سمیمیت ما با مسیح باشه یعنی خیلی وقتا من, می... من میگم بله من دعا کردم برای فلانی خب این که درست است ولی از من یک رابطه دارم با کسی که در مورد برادر و خواهرم میرم پیشو شفاعت میکنم یعنی دعای ما نتیجه رابطه ما باید باشه. نه, نه فقط خود رابطه ما. نمیدونم قابل درک است اگر شما فقط برای دعا کردن به دیگر موضوع و موضوع و موضوع در حضور خدا میرین این یک کمک مشکل داره. چیز بیشتر از این نیاز است. امیدوارستم قابل درک باشه. یعنی ما اون سمیمیت و اون لذت رابطه با خدا را باید داشته باشیم که نتیجهش دعای پرقدرت قدرت باشه دعا ما در, ما در, آلمان زندگی نمی کنم. ولی یکی از سوالهایی که می‌پرسم از از خودم و از از ایماندارا ای هست که آیا ما برای گناه دنیا اندوهگین هستیم؟ آیا ما برای گناه اطراف ما اندوه داریم؟ خیلی وقتا کلیسا تشویق میشه به شادی ما شادی باید بکنیم ما در شادی باید زندگی بکنیم اما برای گناهی که در اطراف ما هست باید اندوهگین باشیم اولین باری که خدا به قلب انسان میبینه در, در پیدایش فصل شش میگه خدا به دل انسان دید و قلب او شکست آیا ما به عنوان فرزندان در مورد دو نا دو گناه دیگرها گناه اطراف ما اندوهگین میشیم قلب ما میشکنه؟ خداوند به من یاد بده این گفته از کی آرتور است خداوند مرا چنان بساز که با شکستن قلب تو اندوهگین بشم قلب منم بشکنه چون ما وقتی که در ارتباط با خداوند هستیم این منظورم چی بود اینکه ما نه فقط صمیمیت با خدا برای اطراف ما ما یک آدرس بر شما میدم شما خودتون برین بخونین خیال فصل نور رو بخونین در اونجا داوری میشه بر کسایی که اندوه ندارن از بی‌عدالتی که در او شهر است دو سوم خدمت است و ما میخوایم خدمت اینطور به یک زبان ساده بر شما بگویم و با این موضوع بتونیم جنبندی بکنیم خب نوشین جان دختر ما شاید تصویر شدیدین خیلی دختر عزیزی است و دعا میکنم یک روز ما با خانواده اینجا بیایم پرستش بکنیم خداوند را اگر ارادهش باشه و ایشان گوایی راندگیش را گرفت و در امتحان عملیش من باش بودم ما با هم دعا کردیم گفتم بابا هیچ چیز نیست برو و هر نتیجه بود با شادی از خداوند بپذیر گفت بابا استرس دارم واقعا سخت است و رفت و قبول شد برگشت با شادی قبول شد با شادی برگشت یعنی گواینامش پرو شد و امضا گرفت برگش آمد اولین کاری که این دختر کردی بود که ما در جای درست کرده بودیم که پیزا سفارش بدیم زنگ زدم آنایتا جان و بچه هم بیای و اونجا جشن بگیریم با هم این دختر بیشتر از 20 تا پیام به دوستاش داد که ما گواینامه قبول شدم به چند تا زنگ زد او خدا رو شکر چقدر عالی چطور بود امتحان ما از چیزی که یافتیم با دیگرها تقسیم میکنیم خدمت یعنی این ما از چیزی که یافتیم با دیگران نوشین از یک قبول شدن امتحان رانندگی با دیگران این خبر رو تقسیم کرد این به اشتراک گذاشت به دیگران گفت تند و تند به دوستاش گفت این معنای خدمت است و بشارت است اون چیزی که ما دریافت کردیم به دیگرها میگیم و مسپاریم و این خدمت ما نباید یک, یک وظیفه مثل یک وظیفه باشه این اعتقاد من هست من اگر اشتباه میگم حتما نمیتونم بگم 100 درصد درست صد این چیزی است که من برداشت میکنم به نظر من خدمت ما باید سمره رابطه ما باشه با خدا وگرنه مذهب از دیگه فرق نمیکنه اگر خدمتی که ما به دیگران میکنیم پشت از اون رابطه نباشه یعنی اون سخت اون تشویق اون اشتیاق این خدمت خود رابطه ما و حضور خدا نباشه این نتیجه زیاد نداره عزیزا خب پس پس من چند تا سوال میپرسم از شما و با این سوال ها شما را میگذارم که فکر بکنین، دعا کنین، ارزیابی بکنین زندگیتان را و خاتمه میدیم. سوال این که آیا شما محبت تان را در ارتباط با خداوند تازه و صمیمی دارین؟ چون در کتاب مکاشفه خداوند میگه که توبه کن توبه کن یعنی <applause> رها کردن این محبت به مسابه سرکشی است این س... شما ارزیابی بکنید زندگیتان محبت اولیه را، اون سمیمیت را دارن دوم زندگی دعای شما چطور است این نگرش شما این اه, تصویر دعا در زندگی شما چی, چی دیده میشه؟ دعایی هست که میایین در کلیسا و میخواین که دیگرها صدای ما را بشنوند یا دعایی هست که در یک سمیمیت خاص در حضور خدا میریم و دعا میکنیم با چی روحیه و انگیزه خدمت میکنیم؟ چرا خدمت میکنیم؟ با چی روحیه و انگیزه شما میخواهید خدمت بکنین و سوال آخر از چون ارتباط داره با موضوع ما نسل بعد از ما زندگی شما را چگونه یاد خواهند کرد شما چی سرمشقی از خود به جا میگذارید چطور یک الگو الگوی یک جامعه و یک خانواده و اخلاقیات فرزند خدا را به جای میگذارین که دیگران در او الگو پرورش پیدا چی چه خواهند گفت در مورد شما در آینده باشه که در تقویم خدا فرزندان باشیم که اراده از او نه فقط از طریق ما پیش میره بلکه برای جلال او شکوفا میشه برای نجات ملت ها خداوند برکتتون به تزداش شکر به وجودتون